عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. محمد رضا شجریان در روز اول مهر ماه سال 1319 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش به او تلاوت آیات قرآن یاد داد، اما شجریان نمی‌خواست تنها قاری آیات باشد. محمد رضا شجریان از سال 1338 با رادیو خراسان همکاری می‌کرد و آوازهای بدون موسیقی می‌خواند. سال 46 به تهران مهاجرت کرد و به عنوان معلم دبستان شروع به کار کرد. از اسماعیل مهرتاش درس آواز می گرفت و از ابراهیم بوذری و حسن میرخانی درس خوشنویسی. در همان روزها با احمد عبادی آشنا شد و با نام مستعار سیاوش بیدکانی کار در رادیو تهران را شروع کرد. کمی بعد به تلویزیون ملی راه پیدا کرد و در جشن هنر شیراز روی صحنه رفت. لطیف های عجب زیر دام و دانه تو. آشنایی با هوشنگ ابتهاج در سال 1350 زندگی هنریش را متحول کرد. طولی نکشید که در کنار هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بعضی از ماندگارترین آثارش را خلق کرد. همکاری او با محمد رضا لطفی آغاز فصلی درخشان در تاریخ موسیقی ایران بود. در سال 57 شور و هیجان انقلاب ایران برای مدتی موسیقی ردیفی را از روند معمول خارج کرد. حالا سرودهای انقلابی جای ساز و آواز را گرفته بود. حقیقتش او واقعا من خیلی انقلابی نبودم. چرا؟ من به انقلاب اعتقاد ندارم. انقلاب معلوم نیست که از آخرش درست در بیاد. منقلب شدن، جا به جا شدن همه چیز. یه وقت می‌بینی مثلا به طرف بدتر میره. ولی رستاخیز باشه که از یک مرحله به مرحله بهتر آدم بره. آره، ما هست. سال 61 کنسرت محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان در سفارت ایتالیا شروع مجددی بود برای این دو هنرمند. حاصلش تولید بعضی از موفق‌ترین آثار تاریخ موسیقی ایران بود. در دهه 70 صدای شجریان بار دیگر با ساز لطفی همراه شد. سفرهایی به دور دنیا و انتشار دو آلبوم معمای هستی و عشق داند. هرچی دنیا یکی از بهترین دوره‌های زندگی هنریش در اواسط دهه 80 رقم خورد، زمانی که سه استاد موسیقی ایران در کنار هم نشستند: محمد رضا شجریان، حسین علیزاده و کیهان کلهر. بازا که در هوایت خاموشی جنونه، شجریان در سال 1388 با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری همراه شد. برای اولین بار به طور مشخص رو در روی دولت جمهوری اسلامی ایستاد و به صدای معترضان تبدیل شد. هرگز جدا جدا در
محمد رضا شجریان صاحب صدایی پرقدرت بود و بیزار از خواندن برای صاحبان قدرت. تنها برای مردم میخوانم. این آواز همیشگی او بود. یه جفته میخوام با بالا. ای جفتودا. محمد رضا شجریان استاد آواز ایران که در سن 80 سالگی درگذشت. بذارید بیشتر صحبت کنیم درباره آقای شجریان با همکارم مریم زهدی که با ماست. مریم، آقای شجریان از نظر موسیقی بسیار شخصیت تاثیرگذاری بود. همینطوره، به همین دلیل هستش که همایون شجریان که یه فکر میکنم 45 دقیقه بود منتظر بودیم که این خبر رو تایید یا تکذیب بکنه، در پستی که در اینستاگرامش در نهایت منتشر کرد، باز هم همونطور که تو به مردم اشاره کردی، ایشون هم به مردم اشاره کرده و جمله‌ای که استفاده کرده در اینستاگرامش دقیقاً هستش که خاک پای مردم ایران به دیار معشوق پرواز کرد. یه 45 دقیقه یک ساعت خیلی سختی رو گذروندیم برای اینکه با توجه به سابقه‌ای که اعلام یه همچین خبری داشت به راحتی نمیشد اطمینان کرد به اخبار. بیمارستان جمع رو هم که اینستاگرامش رو نگاه میکردیم میدیدیم خبر تازه‌ای نداره به غیر از اطلاعیه‌ای که صبح زود منتشر کرده بود. بنابراین بعد از اینکه خبرگزاری‌های مختلف، منابع خبری مختلف خبر از درگذشت آقای شجریان دادن، باز خیلی مطمئن نبودیم چون نمیخواستیم که خبر احیانا تکذیب بشه و خبر اشتباه به اطلاع مردم برسونیم. ولی همایون شجریان و در نهایت همین چند دقیقه پیش، یکی دو دقیقه پیش، بیمارستان جمع پستی رو منتشر کردن و این خبر رو در خبر درگذشت رو تایید کردن. بعضی از خبرنگاران موسیقی و بعضی از کسایی که سعی میکنن خبررسانی بکنن، البته بدون اینکه بهش منبع موثقی اشاره بکنن، میگن میشنون که خانواده میخواد ایشون رو در مشهد کنار اخوان ثالث دفن بکنه. باز هم نمیدونیم، باید منتظر واکنش رسمی خانواده ایشون باشیم. تا الان داستان اینه. یکم بیشتر از کارهای آقای شجریان برامون بگو و اینکه چطور شد که باعث شد آقای شجریان انقدر ماندگار بشه در موسیقی ایران. توضیحات مفصلی در این گزارش داده شد، ولی شاید هر چقدر راجع به آقای شجریان صحبت بشه بذارم من کمه، برای اینکه پدیده منحصر به فردی شاید بود، یعنی این حجم از واکنش‌هایی که من الان دارم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینم، این حجمی که از چند روز پیش و هر باری که ایشون به بیمارستان منتقل می‌شدن می‌دیدم، یه چیز واقعا منحصر به فرد بود. دلیلش هم شاید عیان باشه. آقای شجریان در ابعاد ویژه‌ای کارش رو انجام داد و خیلی وقتا من می‌شنیدم موسیقی بودن می‌گفتن صدای ایشون به تنهایی یک ساز هست، برای اینکه خب واقعا هم شبیه ایشون رو ما نداشتیم، بودیم کسانی که مکتب ایشون رو دنبال می‌کردن، شاگردهای ایشون رو داشتیم، ولی مثل آقای شجریان ولی موسیقی خوب بگن، ولی اونجوری که من شنیدم نداشتیم. به این دلیل همه کسانی که اهل موسیقی بودن، موسیقی رو به شکل تخصصی میشناختن، اونهایی که موسیقی رو به شکل تخصصی نمیشناختن و فقط لذت می‌بردن ازش، همه اینها با آقای شجریان و صدای او نزدیک بودن، دنبال میکردن کارهاشو. اتفاق دیگه‌ای که افتاد و باعث شد که مردم بیشتر به آقای شجریان توجه کنن، بایکوت آقای شجریان و سانسور آقای شجریان در صدا و سیمای ایران بود. از سال 88 که ایشون تفنگت را زمین بگذار رو خوند و عکسی ازش منتشر شد در ماشین که داشت علامت پیروزی با دوتا انگشتش نشون میداد، بعد از اون داستان اتفاقاتی که در سال 88 افتاد، ایشون اومد گفت من صدای خس و خاشاکم. به همین دلیل کسانی که معترض بودن، منتقد بودن، به خیابان‌ها اومده بودن، خیلی زیاد به طرف ایشون کشیده شدن، خیلی احترام بیشتری برای ایشون قائل شدن و گفتن که ایشون بین قدرت و مردم، مردم رو انتخاب کرد و روبروی قدرت ایستاد. بعد از این موضع‌گیری بود که تلویزیون ایران تصمیم گرفت که صدای ایشون رو پخش نکنه و حتی جاهایی که لازم میشد اسم از ایشون برده بشه، چون به هر حال سانسور کردنش حقایق رو نمیتونست پاک بکنه، جاهایی که لازم میشد اسم ایشون برده بشه، باز ما خبر میشدیم که صدا و سیما اسم ایشون رو هم سانسور کرده، حذف کرده. اینه که مردم سال ربنای
شجریان افطار کرده بودند. سالهای سال ماه رمضان رو به صدای ربنا میشناختن، ولی بعد از مدت ها الان بیش از 10 ساله که ربنا دیگه از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با صدای آقای شجریان پخش نمیشه. ما شاهد بودیم که هر سال ربنا رو منابع دیگه پخش میکردن دقیقا زمان افطار، ولی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا آخر مقاومت کرد و این کار رو نکرد. همه اینها باعث میشد که آقای شجریان به مردم نزدیکتر و نزدیکتر باشه. خیلی ممنونم ازت مریم زهدی. با ما همونطور که مریم هم اشاره کرد و در گزارش هم دیدیم، ربنای شجریان یکی از قطعه هایی بودش که بسیار مورد توجه مردم بود، همیشه در خانه های مردم در ماه رمضان پخش می شد. آقای شجریان خودش گفته بودش که ربنا وقف مردمه، اما این قطعه قصه دور و درازی داره. محمد رضا شجریان در نوجوانی قاری قرآن هم بود و در سال 58 به صدا و سیما دعوت شد تا گروهی از جوانها را آموزش بده برای اینکه کاستی برای ماه رمضان آماده کنند، اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت. اون چرا که باعث شد که من ربنا رو بخونم، اون آگاهی بود که من داشتم از دوران کودکی در جلسات با پدرم یاد گرفته بودم، میخوندم. خب استعدادی داشتم در این کار رو نامیدیدم میخوندم. بعدم که انقلاب شد، سال اول انقلاب، بیایده بچه ها که اومده بودن، جوان ها که اومده بودن در سازمان صدا و سیما، اون موقع هنوز وضع صدا و سیما به شکل دیگه بود، هنوز رادیو تلویزیون بود، معلوم بود که فلانی کمک بود میکنم ما بتون برنامه خوب تهیه بکنیم اونو اینا. گفتم خیلی کمکتون میکنیم برنامه خوب تهیه بکنیم. اینه که خیلی استاد داشتن که برنامه های مناجاتشون بشه و قرائت قرآن بشه و اذان چجوری بگم فلان کده. گفتم من به حال منم بلدم اینها را، یادتون میدن، خداتون هم میدونین دیگه، به حال کارتون بکنه. هرچی ما میگفتیم بازم مجبور میکشیدن من را که کمک میکن تو چشم کمک. به حال چند وقتی یک دو ماهی من کلاس تو رادیو گذاشتم، تابستانی 58، که به اینا یاد دادم. این ربنا را من اون موقع خوندم. یه روز از من یکی گفت فلانی برای دم افطار من یه فکری بکن. رفتم خونه و چیزی انتخاب کردم و شعر انتخاب کردم و بعد اومدم رفتم تو استودیو خوندم. گفتم اینو بچه‌ها گوش کنین کار کنن. رفتم اینا کار کردم، گوش کردم، اومدم بعد صداشون رو بردم تو استودیو ضبط کردم، کمکشون کردم اینجوری بخونن اینجوری بخونن، نشد اون چیزی که من می‌خواستم، چون کار هر کسی نبود بتونه بخونه اونو. بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان و اینا، درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای من نیست، موسیقی مخدره؟ یعنی موسیقی جوریه؟ حرام میخوان بگینم، خودتون میدونه خودتون. درست قبل از ماه رمضان بود این موضوع اومد. من این اوارو تهیه کردم، گفتم آقای فلانی عزیز این اوارتون این ربنا خونده شده مسلمی توش هست، داده بودم بچه ها خونده بودن همه بهشون دادم و خداحافظ اومد. آقا روز بعدش دیدیم که صدا خود من رو پخش کردن، به جای که اون نوار که من این همه وقت سعی کرده بودم تهیه کرده بودم از کسایی که شرکت کرده بودن، او رو پخش نکردم، این ما رو خود من پخش کردم. صحبت‌های استاد شجریان بود درباره قطعه ربنا. اما یکی از مهمترین دوره‌های موسیقی کلاسیک ایرانی در نیم قرن اخیر دوره همکاری استاد محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی بود.
در اوایل دهه 50 شمسی وقتی توجه به موسیقی ردیفی ایرانی کم شده بود، هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی اقدام به احیای مجدد این شاخه از موسیقی کردند. در میان همکاری آقای شجریان و آقای لطفی بسیار بارز بود و ساز آواز ایرانی را به کلی متحول کرد. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دلم زد، عشق دار شد و آتش به همه آلم زد، عشق دار شد و آتش به همه آلم زد. اون موقع موسیقی یک شرایطی و از سالها قبل پیدا کرده بود که دیگه نه قمری بود و نه درویش خانی بود و نه سبا، هیچ کس نبود. لطفی که اومد با شور و حالی که داشت و بعد کنار من با همدیگه شاگرد بورمندم بودیم، اون موسیقی ردیفی مونده از قدیم سنتی رو ما کاملا یاد گرفته بودیم، هم پیش بورمند، هم پیش استاد بورمند، هم پیش کسان دیگه ما یاد گرفته بودیم. در اونجا ما با هم آشنا شدیم و بعد شیوه کار منی بود که یه میدار در ساز آواز به هم نزدیک بود. جویندگانه گوهر دریای کوهتای در وادی یقین گمان از تو بی خبر، لطفی بهترین آدم بود که همسن و سال تقریبا از من 6 سال کوچکتر بود. لطفی همسن و سال خودم بود و با هم کار میکردیم و توی یک روالم در یک مکتب بزرگ شده بودیم. این بود که ما در ساز آواز خیلی با هم جفت بودیم و بهترین نوع کارامون با هم دیگه بود و لطفی با من که مینواخت تحت تاثیر من خیلی چیز میشد، چی میگن، متحول میشد. یه دفعه یه انرژی خاصی براش میاد بعد شروع میکرد جواب دادن. حتی یه دفعه خونه با هم دیگه شکار میکردیم، لطفی سال داره نه گفت من برزا دیگه نزید اون ساز بزنم تو کله خودم. تا که از تذیر باشم رهنمای، تا که از پندار باشم خودپرست، پرده پندار می باید دید. من وقتی آواز به شروع میکنم نمیدونم تا کجا میرم، کجا میام پایین، شروع میکنم همونطور خودش پشت سر هم میاد اینا. به لطفی هم به همین شکل دنبال میکرد کار رو. این بود که ما دو تا با هم دیگه وقتی میفتادیم خیلی تحت تأثیر احساس هم دیگه پیش میرفتیم.